مسلمانان آلمان بر لزوم تقویت همبستگی اجتماعی و شناخت خود به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از جامعه این کشور تاکید دارند. در شرایطی که احساسات ضد اسلامی در حال افزایش است، شورای مرکزی مسلمانان آلمان به عنوان نماینده 300 مسجد و میلیون ها مسلمان تلاش می‌کند تا تنوع، پویایی، فرهنگ مدارا، تساهل و تسامح و قنای اسلامی را در آلمان معرفی کرده و به ترویج گفتگو و فهم متقابل و همزیستی مسالمت آمیز میان مسلمانان و غیر مسلمانان بپردازند. ابتدا همکارم در گزارش خود به بررسی این موضوع پرداخته که توجه شما را به آن جلب می‌کند. شورای مرکزی مسلمانان در آلمان با هدف تقویت همبستگی اجتماعی و معرفی مسلمانان به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از جامعه این کشور اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده است. در شرایطی که احساسات ضد اسلامی در حال افزایش است، این شورا به نمایندگی از 300 مسجد و میلیون ها مسلمان به ترویج تنوع، پویایی، فرهنگ مدارا، تساهل و تسامح و قنای فرهنگی اسلامی در آلمان می‌پردازد. برنامه‌های متعددی از جمله برگزاری روزهای باز مساجد و گفتگوهای اجتماعی به منظور آشنایی غیر مسلمانان با فرهنگ اسلامی و رفع سوء تفاهم‌ها از سوی جامعه مسلمانان برای دستیابی به این هدف در حال اجراست. همچنین تلاش برای مقابله با تعصبات و پیش‌داوری‌ها در فضای عمومی از اولویت‌های اساسی مسلمانان به شمار می‌رود که برای رسیدن به این اهداف در حال تلاش هستند. مسلمانان آلمان به ویژه در این دوران با مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی قصد دارند چهره‌ای مثبت از اسلام را ارائه دهند و نشان دهند که آنها نه تنها شهروندان فعال بلکه بخشی از راه حل چالش‌های جامعه نیز هستند. این تلاش ها در راستای ایجاد فضای امن و پذیرا برای تمامی شهروندان چه مسلمان و چه غیر مسلمان برای ترویج گفتگو و فهم متقابل و همزیستی مسالمت آمیز میان مسلمانان و غیر مسلمانان صورت می گیرد. همراه هستیم با دکتر آرش هنرور شجاعی، دین‌پژوه و فعال و تحلیلگر سیاسی از هانوفر. آی دکتر سلام و عرض ادب. آی دکتر، مسلمانان آلمان با چه اقداماتی میتونن به کاهش سوء تفاهم‌ها و تعصبات موجود در جامعه کمک کنن و نقش خود را به عنوان شهروندان فعال تقویت کنن؟ همچنین در مواجهه با افزایش احساسات ضد اسلامی در آلمان، مسلمانان چگونه میتونن با ترویج فرهنگ مدارا و تساهل به همزیستی مسالمت آمیز با سایر اقلیت‌ها کمک کنند؟ بفرمایید. با عرض سلام و احترام خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیز. ممنونم. ببینید، مسئله‌ای که وجود داره اینه که این شورای مرکزی مسلمانان آلمان به طور خاص در درجه اول تمرکزش و تمرکز بسیار رؤسا و گردانندگانش بر این واقعیته که مسلمانان باید بخشی از شهروندان آلمان تلقی بشند که عقیده و فرهنگ خاص خودشون رو دارند و به عنوان مهاجر و خارجی بهشون نگاه نشه. این یک تلاشیه که این شورا همیشه داشته و در این راستا توی دیالوگ‌های با ادیان دیگر و با انسان‌هایی که حتی باوری به دین یا خداوند ندارند ارتباط خوبی داشته. ببینید، رئیس جدید این شورا یعنی پروفسور عبدالصمد علی یزیدی که چند ماه پیش به ریاست این شورا رسید، از قضا کسی است که خودش در آلمان متولد شده، در آلمان به مدرسه رفته و حالا تحصیلات اسلامیش یه 5 سالی رفته مراکش انجام داده و سالهای ساله که به اصطلاح توی گفتمان‌های بین‌ادیانی حضور داره و این مسائل رو عمیقا تحلیل میکنه. رئیس قبلی هم مثلا ایمان مازی یک شخصی بود که خودش در رسانه ها و در سینما حضور فعالی داشت و سعی میکرد این گونه ارتباط با دیگران برقرار کنه و اسلام رو اون گونه که هست معرفی بکنه. الان در همین دیروز رئیس این شورا یعنی پروفسور یزیدی در مصاحبه اومده گفته که عنوان اسلام گرایی از اول یک عنوانیه که پیش داوری نسبت به اسلام و مسلمانان داره و در برای یک بحث مفصل کرده و جالب اینه که ارتباط ایشون دقیقا اینقدر با ادیان دیگه خوبه که مصاحبه با ایشون رو به اصطلاح انجمن رسمی کاتولیک های آلمان انجام داده دو فقره در همین یک ماه.
و دقیقا همین مسیر رو اگر مسلمانان جلو برند که با کلمات مشترک و با گفتمان جدید واقعا خودشون رو بیان کنند و معرفی بکنند، بزرگترین کمک رو هم به دیگران و هم به خودشون و هم به دینشون کردند. بله، با تشکر از دکتر آرش هنرور شجاعی، دینپژوه و فعال و تحلیلگر سیاسی از هانوفر که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.